اجده ها وارد می شود و این بار در دنیای اسرارآمیز و معبود کننده مانی حقیقی و ساخت ایران که خبری از بروسلی در این فیلم نیست. سه مرد برای بردن جنازه یک تبعیدی سیاسی راهی جزیره قش میشن تبعیدی حلقاویز شده داخل کشتی و خاطرات روزانش که روی دیوار نوشته شده نزدیک این کشتی گورستانی وجود داره که هر وقت در اون دف میشه زمین میلرزه و حالا اونا به دنبال کشف معمای این زمین لرزه ها وارد عمل میشن این فیلم رو میشه یکی از روشن ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران دونست که فیلم برداری خوب بازی های بی نزیر, دیالوگ های دلچسب لوکیشن های ناب و موسیقی وهمالود و بی کریستوف رضایی به این اثر قدرت بیشتری داده در ابتدای فیلم عنوان میشه که بر اساس یک داستان واقعی و البته با حضور آدم های واقعی چون سعید هجاریان، صادق زیبا کلام لیلی گلستان مانی حقیقی و مسعود بهنود داستانی بظاهر به واقعی رو برای شما میسازه اما از نظر منتقدین این فیلم ماکیومنتری یا شبه مستند داستانی رو تعریف میکنه که شکل خارجی نداره فیلم مجونی از واقعیت و دروغ رو به خورد مخاطب میده و این شما این که تصمیم میگیرین از این مجون لذت ببرید یا اینکه به ذائقه‌تون خوش نیاد شراکت ترانه علی دوستی و لیلی گلستان در سرمایه گذاری این فیلم پرسر و و خبرساز از نکات قابل توجه این اثره امیر جدیدی، همایون غنیزاده، احسان گودرزی، نادر فلا، علی باغری، کیانا تجمل در این اثر به ایفای نقش میپردازند. بریم و ما هم ببینیم که چگونه و کجا اجده ها وارد میشود.